پاریس و بار دیگر بهره بگیریم از گفتار آقای دکتر مهران مصطفی. آقای دکتر درود بر شما. سلام دارم خدمت شما و تمامی بینندگان، هموطنان و فارسی زبانان عزیز. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خب برویم به سوی ماجرایی که در این هفته بود جناب دکتر مصطفی، و اون ماجرای درگذشت آقای رفسنجانی بود که یک موج نوسانی از این سو به اون سوی خط رو بوجود. ایشون رو از امیر کبیر و قهرمان آوردند تا به مسائل مختلف، و به نظر می رسید که این رفسنجانی که اینا دارن بهش اشاره می کنن یه رفسنجانی دیگه است که ما نمی شناسیم و شاید در این 38 سال ندیدیمش. من واقعا شگفت زده شدم. حالا حکومتی ها می توانن هر برنامه‌ای بریزن، هر کاری بکنن، ولی از مردمی که در این سو گام برداشتن و یا از کسانی که نام خودشون رو گره زدن به اپوزیسیون و اینگونه از او قهرمان سازی کردن، من در شگفت شدم. در خدمت شما هست. خدمتتون عرض کنم که با توجه به سانسور شدیدی که در ایران وجود داره، بخشی از جامعه جوان ایران ممکن از اتفاقاتی که در دهه 60 و در دهه 70 در ایران روی داده اطلاع چندانی نداشته باشند و متوجه اون چی که من یا شما زندگی کردیم در اون دوران و از نزدیک دیدیم و هر روز دنبال می‌کردیم و شاید زندگی شخصی ما به نحوی یا نزدیکانمون متأثر شده باشه از رفتاری که آقای هاشمی رفسنجانی در اون دوران کردن، نزد این جوانان نباشه. ایرادی که میشه به این گونه افراد جوان گرفت این است که خب باید مطالعه کرد، باید رفت تجربه های دیگران رو بهش دست یافت، باید یک وجدان تاریخی و یک وجدان ملی در ایرانیا به وجود بیاد برای تحول، برای اینکه بدون وجدان تاریخی و بدون وجدان ملی امکان تحول وجود نداره. خب امیدوارم که از طریق این گونه برنامه ها و برنامه های دیگه به تدریج اون سانسورها شکسته بشه و جوانانی که در ایران هستن روز به روز توجه بیشتری بکنن به ریشه های تاریخی استبداد در ایران. اما برخی دیگه هستن که اطلاع دارن از این گونه مسائل و حتی شاید خود اونها هم ضربه خورده باشند از رفتاری که آقای هاشمی رفسنجانی در زمانی که در قدرت بودن انجام داده. ولی خب به مناسبت سیاستی که اکنون پیش گرفتن طور دیگری مسائل رو توجیه میکنن و درباره گذشته صحبت نمیکنن. واقعیت رو باید ببینید، همینطوری که اتفاق افتاده رخ داده با مردم در میان گذاشت. واقعیت اینه که آقای هاشمی رفسنجانی از نزدیکان آقای خمینی بودن و میشه گفت روحانی اول نزدیک به آقای خمینی بود. آقای خمینی به آقای بهشتی علاقه ای نداشت و از آقای بهشتی حتی نگرانی هایی داشت، برای اینکه آقای بهشتی یک شخصیت قوی و سازماندهی داشت. ولی با آقای هاشمی رفسنجانی همچین مسئله رو نداشت و خب آقای منتظری هم که یک روحانی میشه گفت ساده دل و پاکی بود که اگر هم اشتباهی کرده که حتما کرده، روی ساده اندیشیش و ندیدن مسائل از قبل هستش. ولی آقای هاشمی رفسنجانی از آغاز با آقای خمینی نزدیک بود و میتونیم بگیم که مرد دوم در ایران تا زمانی که آقای خمینی زندگی میکرد و مرد دوم در ایران بعد از آقای خمینی، یعنی با آقای خامنه‌ای، که این داستان دراز هستش. من با توجه به تحقیقاتی که کردم نمیخوام، اگر بخوایم لیست مسائل که آقای هاشمی رفسنجانی بوده رو بشماریم بسیار طولانی است، ولی اون چی که خودم تحقیق کردم از نزدیک و مربوط به کارهای این روزهام هم هست، من اگر اجازه بدید این چند نمونه رو
با نسل جوان شاید اینها رو کمتر شنیده باشن در میان بگذارم. در خدمتتون هستیم، شما نام ببرید، یک یکی روی اون مسائل خواهیم رفت بی‌تردید. یک مورد اولش درباره جنگ ایران و عراق هستش. ببینید جنگ ایران و عراق در سال 60 امکان اینکه پایان پیدا بکنه وجود داشت. در زمان فرماندهی کل آقای ابوالحسن بنی سعد و ارتشیانی همچون آقای فلاحی، اینها توانسته بودند چنان دفاعی بکنند و مردم همچنان در دفاع شرکت کرده بودند که عراق یا به این نتیجه رسیدن که امکان پیروزی وجود ندارد و عراق از طریق کشورهای غیر متعهد و از طریق کشورهای اسلامی به ایران پیام داد که صلح را حاضرند بپذیرند و حتی حاضر شده بودند غرامت بدن و به پشت نیروهاشون رو به پشت مرزهای ایران ببرند. این در سال 60 بود. با کنار زدن آقای بنی صدر با کودتا و با کنار زدن ارتشیان، با قتل رهبران ارتشیان، با سقوط هواپیما، آقای هاشمی رفسنجانی و خود آقای خمینی بر این بودند که ادامه جنگ برای ایران، یعنی برای نظام ایران، نعمت است. و آقای خمینی خودش میگفتش که جنگ نعمت است و آقای هاشمی رفسنجانی هم این جنگ رو وسیله خوبی میدیدد برای اولا ضعیف کردن بیشتر ارتش، از بین بردن ارتش، قوی کردن سپاه پاسداران، حذف کردن مخالفان و بستن فضای بیشتر سیاسی که با کنار گذاشتن آقای بنی صدر از خرداد 60 فضای سیاسی کاملا، یعنی اون آزادی هایی هم که مقداری باقی مونده بود همه از بین رفت و جنگ ادامه پیدا کرد. سالها گذشت و طوری تبلیغ شد که انگار آقای هاشمی رفسنجانی ابتکار به خرج دادن و باعث شدن که آقای خمینی به اصطلاح آتش بس رو بپذیر. قطعنامه 598، یعنی اون جام زهر معروف. بله. خب این درسته، آقای هاشمی رفسنجانی در سال 67 وقتی که نیروهای ایران کاملا از هم فرو پاشیده بودن با آقای خمینی صحبت کرد و نظرشون این بود که جنگ دیگه فایده‌ای نداره، دیگه امکان استفاده، دیگه نعمت نیست، باید این رو بهش پایان بده. اما آقای هاشمی رفسنجانی هیچ وقت نیومده بگه که طرفدار ادامه جنگ بوده با این که امکان صلح داشته. ببینید من بعدی که میخواییم صحبت تاریخی بکنیم، مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی است با مجله الموقف عربی که در این مصاحبه آقای از اونجا که اطلاع داشت آقای هاشمی رفسنجانی از امکان صلح و اینکه عراق این رو خواسته، میگه که به وقتی که مصاحبه میکنن باهاش و میگن که آیا میخواید با عراق در سال اسفند 60، یعنی 6 ماه از خرداد 60 گذشته و اینها حاکمیت رو کاملا در دست داره، آقای هاشمی رفسنجانی میگه که نمیخواهیم در سایه رژیم فعلی عراق، یعنی رژیم صدام حسین، به هیچ توافقی با بغداد برسیم. این سری نیست که آن را فاش کنم، صدام حسین توسط میانجی ها موافقت کرد طبق مواد و شرایط الجزایر بدون قید و شرط عقب نشینی کند، ولی ما این پیشنهاد را رد کردیم و با هر گونه توافقی مخالفت خواهیم. خب ببینید ادامه جنگی که خب عراق شروع کرده بود این جنگ رو، ولی امکانش بود در سال 60 و بعد هم بعد از گرفتن خرمشهر در سال 61 این امکانش بود. در هر دو مرحله آقای هاشمی رفسنجانی خواستار ادامه جنگ بودن، برای که اون موقع شعار میدادن که راه به اصطلاح قدس از کربلا میگذره، از کربلا میگذره. و چه جوانهایی و چه نوجوانهایی فدای این سیاست شدند و چه هزینه های بزرگی و چه انسان‌های پاکی که اونها وطنشون رو دوست داشتن میرفتن جبهه ها، ولی از اینها سوء استفاده شد. آقای هاشمی رفسنجانی برای وطن نبود، برای که برای وطن اگر بود
میشد در سال 60 کشور رو به جای اینکه 1,000 میلیارد دلار به قول خودشون خسارت وارد بشه پایان داد به اینجا. این یک نمونه است. من اینن صحبت ایشون رو خوندم که برعکس ماجراها رو تعریف نکنن برای نسل جوان که آقای هاشمی رفسنجانی به جنگ پایان داده. نخیر، آقای هاشمی رفسنجانی جنگ رو ادامه داده، جنگی رو که امکان پایان دادن بهش بود ادامه داده. 7 سال خب بعدش هم امکان دیگری براشون وجود نداشت که جنگ رو ادامه بدن، آتش بس رو قبول کرد. این یک نمونه. نمونه دوم درباره سیاست‌های خارجی و بحران‌های خارجی است. آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 31 اردیبهشت 1361 میگویند ایرانی که من خیال می‌کنم در آینده مهمترین مرکزی است که می‌تواند اسرائیل را نابود کند و هر کس به غیر از ایران امید ببندد دارد به سراب نگاه می‌کند و مطمئناً این یکی از کارهای بزرگ ما خواهد بود. خب ببینید، آقای احمدی نژاد رو اینها دست مینداختن که گفته من اسرائیل رو از روی نقشه حذف میخوام بکنم یا پاک میخوام بکنم، یک همچین چیزی گفته بود. ولی گوینده اصلی و اولیه چنین صحبت‌های خطرناکی که کشورمان رو در انزوای بین المللی قرار میداد و به حاکمان تندروی آمریکایی و اسرائیلی این مجوز رو میداد که ایران رو تحت فشار بذارن، اولینش خود آقای هاشمی رفسنجانی بوده که این صحبت ها رو میکرد و این حرف ها رو میزنه. یعنی در دوره‌ای که فلسطین و اسرائیل امکان داشت ممکن با هم گفتگو کنن، ایشون میاد در نماز جمعه این هشدار رو میده که نه، منتظر باشین که تا ما قدس رو فتح کنیم و شما رو آزاد نگه داریم داشت. دقیقاً اون موقع بر ضد یاسر عرفات عمل میکرد رژیم ایران و اینها میخواستن این جنبش مثل حماس و حزب الله، مشغول بودن حزب الله رو در لبنان درست بکنند و میخواستند روی اونها حساب بکنند که اسرائیل رو از بین ببرند. ولی الان بیش از 30 سال از این ماجرا گذشته، میبینیم که متاسفانه این فلسطینه که از بین رفت و رژیم ایران یکی از مسئولین وضعیت فعلی فلسطینی هاست بدون شک. این سیاست هایی که پی گرفتن و باعث شده الان فلسطین یک مجموعه کوچک که اسرائیل همه جا اومده خونه ساختن و الان دیگه عملا چیز جدی از فلسطین باقی نمونده. و به خاطر چی؟ به خاطر همین حرفایی که خب اسرائیلی ها این رو بهانه قرار میدادن و میگفتن که بفرمایید اینها میخوان اسرائیل رو کاملا از بین ببرن، یهودی ها رو از بین ببرن و هر آنچه میتونستن در سرکوب ازش استفاده. مورد دیگه‌ای که میخوام به خدمت جوان‌ها عرض کنم درباره سیاست هسته‌ای ایران. ببینید، من در این باره کار زیاد کردم، در همین برنامه شما لطف کردید صحبت کردم، تعداد بسیار زیادی مقاله نوشتم، پیگیری کردم و به این نتیجه رسید پیگیری‌های من که ایران در جنگ ایران و عراق وقتی که دید نمیتواند ادامه بدهد و پیروزی‌های جدی به دست بیاره، شروع کرد به دنبال سیاست ساختن بمب اتمی رفتن، سانتریفوژ وارد کردن، همکاری کردن با گروه‌های پاکستانی برای اینکه از اون طریق بتونه مثلا بمبی تهیه کنه. اتفاقا در اون نامه‌ای که سران ارتش نوشتن و به آقای خمینی برای اینکه آتش بس رو قبول کنه، در اونجا نوشتن ما از چیزهایی که احتیاج داریم برای اینکه بتوانیم جنگ رو ادامه بدیم اسپردن چندین هواپیما، چند تانک، اسلحه لیزری و هسته‌ای اتمی. و اتفاقا این بخش از نامه رو اینها از حذف کردن از نامه، ولی نامه چون در کتاب آیت الله منتظری منتشر شده بود و همکنون هم هست، میتونید که در اونجا بهش مراجعه کنید. وقتی که سپاه پاسداران می‌نویسه که ما نیاز داریم به سلاح اتمی، خب همینطوری که از هوا نیومده این فکر، بس روی این فکر داشته کار می‌شده. حالا من نکته می‌خونم درباره آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 23 آذر 1380.
1380 چه زمانی است؟ زمانی است که هنوز اسرائیلی‌ها عکس‌های نطنز رو منتشر نکردن از طریق سازمان مجاهدین خلق و بحران هسته‌ای به وجود نیامده و اطلاعی نداره جهان به صورت آشکار از این فعالیت‌ها. البته ما می‌دونیم که دستگاه بوش اطلاع داشته و عمدن گذاشته ایران این فعالیت‌ها رو بکنه تا اینکه روزی که لازم دونست به اصطلاح به عنوان یک کارتی بیرون بیارن و فشار بیارن روی ایران، که چنین هم شد. حالا آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 23 آذر ماه 1380 میگه تداوم اسرائیل بستگی به منافع استکباری و استعمار دارد، لذا میبینید که به گونه ای تنظیم کردند که توازن قوا به نفع اسرائیل باشد. از لحاظ عددی نمیتواند نیرو به اندازه مسلمان ها و عرب ها داشته باشد. کیفیت را بالا بردن. سلاح های کلاسیک محدود است و کاربردش هم محدود است. میدانش هم محدود است. سلاح های کشتار جمعی و غیر متعارف را به وفور در اختیار اسرائیل گذاشتند و اجازه دادند و چشم هایشان را بستند سلاح های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی، موشک‌های دوربرد و چیزهای از این قبیل در اختیار اسرائیل قرار داده. این نکته را حالا توجه کنید. اگر روزی، البته این خیلی مهم است، دنیای اسلام متقابلاً مجهز شود به این سلاح‌هایی که امروز اسرائیل دارد، آن روز این استراتژی استکبار به بن‌بست می‌رسد، چون استعمال یک بمب در داخل اسرائیل هیچ چیز باقی نمیگذارد. اما در دنیای اسلام آسیب فقط میزند و این اتفاق دور از عقل است. خب آقای هاشمی رفسنجانی میگه اگر روزی یکی از کشورهای اسلامی صاحب بمب اتم شود میتونیم ازش علیه اسرائیل استفاده کنیم. خب در تاریخ 1380 همه میدونستن که پاکستان بمب اتمی داره. پاکستان هم یک کشور اسلامی بود و هست. خب پس اون چه کشوری در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی که میگوید اگر یک، یادش رفته که پاکستان وجود داره، میگه اگر یک کشوری مجهز بشه، مسلما در ذهنش ایران بود که البته چند سال بعدش نطنز افشا شد و ما وارد یک بحران هسته‌ای شدیم. خب این کاملا مشخصا میگه که آقای هاشمی رفسنجانی در ذهنش چه چیزی وجود داره. حالا ایشون یک خاصیت خیلی عجیب غریبی هم که داشتن اینکه هیچ مسئولیتی رو نمیپذیرفتن. در همین باره فکر کنم سال گذشته بود گفتن یک چیزهایی گفته میشد ولی جدی نبود. ببینید چیزهایی گفته میشد ولی جدی نبود. خب این سرمایه گذاری ها برای این کارها از کجا آمد؟ این روابط مخفیانه از کجا آمد؟ اینها سازماندهی شده. الان سازمان انرژی اتمی با گزارشی که داد مشخصا نوشته که برنامه بمب بوده ولی در زمان آقای خاتمی بهش پایان دادن. پس تا قبل از زمان آقای خاتمی، زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی نقش اول و فرماندهی کل قوا رو داشتن، این برنامه رو با سپاه پاسداران انجام میدادن. پس این بحران ها با آقای احمدی نژاد نبود که کشور ما رو فرا گرفت. مسئله دفاع از آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد کارنامه بسیار سیاهی داره. ولی اگر بخوایم دقیق بشیم ببینیم چرا و چگونه با در این بحران های بسیار سخت قرار گرفتیم، ببینیم که آقای هاشمی رفسنجانی یک از کسانی است که خود در این امور مسئولیت بسیار جدی داشت. من برای که وقت تلف نشه یک مورد دیگه هم در مورد حکومت آقای هاشمی رفسنجانی میخوام بگم و اون هم قتل‌های خارج از کشور هست. ببینید قتل دکتر شاپور بختیار و منشی ایشون سروش کتیبه که در فرانسه روی داد، متاسفانه در 15 مرداد این دو به قتل میرسن و متاسفانه که الان وقتش نیست چرا توضیح بدم، ولی همه این اسنادش هست. دو روز این
خبر آشکار نمیشه، برای کسی به اون خونه نمیره که اینها رو جنازهشون رو پیدا بکنه متاسف. پس خبر قتل دکتر بختیار و منشیش 17 مرداد 1370 48 ساعت بعد از قتلش در دنیا منتشر میشه و مثل بمب، من خودم یادم اون موقع که این خبر رو شنیدیم. و حالا ببینیم کتاب آقای هاشمی رفسنجانی رو در این باره بخونیم، بسیار جالب. کتاب خاطراتشون در سال 1370 میگه چهارشنبه 16 مرداد 1370 آقای علی فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار و یکی از کارکنانش در محل اقامت خود کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش‌های جهانی نیامد. ببینید ایشون از قتل شاپور بختیار و منشیش در روز 16 مرداد که هنوز کسی در دنیا اطلاع نداره از این قتل، اطلاع پیدا میکنه توسط آقای علی فلاحیان. خب فرداش 17 مرداد مدیران وزارت اطلاعات آمدن، آقای علی فلاحیان گزارش داد و من در صحبت مفصلی آنها را به مسائل اساسی توجیه نمودم. بعد از ظهر خبر کشته شدن شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت. خب این یعنی وزیر آقای هاشمی رفسنجانی طبق این گفتای نوشته خود آقای هاشمی رفسنجانی دولت ایران، البته ما میدونیم دادگاه در فرانسه صورت گرفت و همه میدونن، ولی اقرار خود ایشون در کتاب خاطراتش که اینقدر توسط دولتی که ایشون مسئولیت اون دولت رو داشته، حالا جوان ایرانی ممکنه توجیه بکنه بگه که ایشون خبر نداشته آقای فلاحیان. خب بعدش که خبردار شدن که فرض رو بکنیم خبر نداشتن، که آقای هاشمی رفسنجانی وقتی که فلاحیان رو در مجلس برای بار دوم به عنوان وزیر پیشنهاد کرد و وقتی که صحبت به رأی گیری رسید به شوخی گفت حواستون باشه به کی میخواید رأی بدید، اگر مخالف میخواید رأی بدید، یعنی نماینده های مجلس رو هم تهدید میکردن. حالا این خب پس کسی که در چنین جنایتی شرکت کرده، یکیشه، یک نمونهشه، من چون سندش در کتاب خودشون هست نقل میکنم. نمونه دیگه دکتر قاسملو با آقای هاشمی رفسنجانی قرار بر صلح داشتن، اینجا قرار بر توافق داشتن. حالا کار نداریم آقای قاسملو، دکتر قاسملو، مرحوم دکتر قاسملو درست کرده این کار رو یا غلط کرده، بگذار. پیشنهادی بهشون دادن که آقا بفرمایید در اتریش با نمایندگان آقای هاشمی رفسنجانی صحبت بکنید و یک آتش بسی در محله بشه و شما هم یک کمک هایی بهتون بشه. اختلافات بر آقای دکتر قاسملو و همراهان میرن، نماینده های آقای هاشمی رفسنجانی وقتی در رو باز میکنن، به جای این که از چمدانشون کتاب و اسناد و اینها بیرون بیارن، مسلسل بیرون میارن و همه اینها رو میکشن. این مال دکتر قاسملو. و در مورد میکونوس من یادآوری میکنم که مورد میکونوس که رهبران کرد در اونجا کشته شدن، مورد دیگه هست. دادگاه رسما حکم بر این داده که آقایان هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای در قتل میکونوس دست داشتن، مدارک و اسناد هست. خب میبینید که اگر بخوایم همه اینها رو ما شمارش بکنیم متاسفانه بسیار. خب ما واقعیت رو نمیخوایم بگیم که همه فقط این واقعیت بوده. بله از وقتی که آقای هاشمی رفسنجانی اومد، من یک مقاله خیلی مفصل و مستندی نوشتم درباره این که چه شکلی آقای خامنه‌ای رهبر شد و چه گذشت در مجلس خبرگان. خب در یک جمله بخوایم بگیم، آقای هاشمی رفسنجانی آقای خامنه‌ای رو رهبر کرد با جعل سند و یک جعل روایت، دو تا جعل کرد
جالبیش این هستش که خودش با آقای احمد خمینی، با آقای خامنه‌ای و با آقای اردبیلی به عنوان شورا رأی‌گیری شد که اینها این چهار نفر رهبر بشن بعد از آقای خب اگر آقای خمینی گفته بود که آقای خامنه‌ای بسیار آدم خوبیه و بعد از من ایشون باید رهبر بشه، چه نیازی داشت که خود شما و آقای اردبیلی و آقای احمد خمینی با ایشون هم یک شورا تشکیل بدید و اون شورا رأی نیاره در مجلس خبرگان و شما بیایید اون به اصطلاح روایت جعلی رو از خمینی بکنید؟ برحال اما چرا آقای خامنه‌ای رو ایشون رهبر کرده؟ دلیلش این که آقای رفسنجانی فکر میکردش که چون چند سال بزرگتر از آقای خامنه‌ای است، چون کسی است که با آقای خامنه‌ای پول قرض داده بوده، میدونید روابط انسان ها یک سابقه هایی داره، فکر میکنن اون سابقه ها همیشه برجام میمونه، فکر میکرد که ایشون رو رهبر میکنه، ولی خودش چون مقام رئیس جمهوری هم تمام قدرت رو بهش داده بودن، این قدرت رو در دست میگیره و میتونه اون کارهایی رو که میخواد انجام بده. البته در 4 سال اول آقای خامنه‌ای که هنوز یاد نگرفته بود خوب ولایت مطلقه رو چگونه اعمال بکنه، همینطور هم شد. بعد یواش یواش که آقای خامنه‌ای اومد و اوضاع رو کنترل کرد و قانون اساسی شد کف به اصطلاح اختیاراتی که ولی فقیه داره، ولایت مطلقه فقیه رو اینها اعمال کردن به طور جدی، آقای هاشمی رفسنجانی یواش یواش به حاشیه رانده شد از حاشیه قدرت و این رانده شدن از حاشیه قدرت باعث شد که ایشون اعتراض‌های گاهگاهی بکنه. بله ایشون اعتراض کرد، ایشون اخیراً گفتش که ولایت فقیه باید دوره زمانی داشته باشه یا ولایت فقیه باید شورایی باشه، این اعتراض‌ها رو کرد. ولی نمیشه به خاطر این اعتراض هایی که شده ما یک نفر رو که چنین کارنامه ای داره و چنان مسئولیت های عظیمی در وضعیت امروز کشورمون داره بیایم با امیر کبیر مقایسه بکنیم یا شخصیت بزرگی بداریم و از او تمجید بکنیم. اینها خیانت به تاریخ هست، دروغ گفتن به تاریخ هست. ما مسئول هستیم در برابر اون چه که شده و در برابر آنچه که خواهد شد. نمیتوانیم آینده رو روی پایه‌های دروغ بسازیم، نه اینکه ما تنفر داشته باشیم. همینطور که آقای گوهرزاد شما توضیح دادید در اول برنامه، در مورد خاصی که برای شخص شما پیش اومده بود، انسان دموکرات نمیتونه تنفر داشته باشه از هیچ کس. ما انسان دوست هستیم همه ما، حتی از آقای هاشمی رفسنجانی هم متنفر نیستیم، اما ما روی اصول و حقیقت و این اساس هستیم. نمیتوانیم اینها رو فراموش بکنیم، نمیتوانیم چون که انسان دوست هستیم کسی که دستش در جنایت بوده بگیم که این مرد بزرگ ایران هستش، حیف شد که رفت. نه، چنین صحبتی نمیشه کرد. با چنین صحبتی این آینده رو ما تاریک میکنیم و این آینده تاریک در مقابل ما آینده روشنی قرار نخواهد داد و همینطور سردرگم باقی میمونیم بدون اینکه ببینیم در کدوم جهت میخوایم حرکت بکنیم. این است که از نظر من بسیار مهم است که بدون حب و غض این مسائل مطرح بشه برای نسل جوان ایران و اهمیت این که چرا اهمیت داره فراموش نشه. ببینید روی فراموشی نمیشه آینده رو ساخت. ملت هایی که گذشته خودشون رو فراموش میکنن آینده ندارند. یا داره آینده اون گذشته یک بار دیگه تکرار میشه براشون. یعنی تمام جنایت های بشری این بوده که تاریخ فراموششون کرده. دقیقاً. و حتی ممکنه به جایی برسه که اصلا دیگه ملتی به اسم ملت ایران باقی نمونه. پیش اومده در کشورهای دیگه. این امر بی سابقه ای نیست. ولی البته با توجه به اینکه ما ملتی نیستیم که 100 سال 200 سال تاریخ داشته باشه، چند هزار سال تاریخ داریم، امیدوارم و مطمئن هستم که جامعه ایرانی قدر انسانهایی رو که زندگی خود رو گذاشتن، چنانچه اکنون در مورد مصدق یک اجماعی در جامعه ایرانی وجود داره، چه مذهبی، چه ملی، چه دموکرات، چه چپ،
حدوداً در این اجماع هست و این نشون میده که ایرانی وجدان تاریخی داره و ما در این اشتباهات تاریخی امیدوارم که به همینطور که شما گفتید پا نزنیم و عقب‌گرد نکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر. میشود به همونطور که شما فرمودین در این زمینه و کارهایی که ایشون، جنایتهایی که به نوعی همواره درش بوده، قدرت مطلق بوده، سرنخ دستش بوده، سالهای 60، کل دهه 60، کشتار 60، هم در مورد همه اینا میشود همواره برنامه ساخت و اشاره کرد برای اینکه فقط مردم آگاه بشن و یک باره به قول دوستمون آقای علامه‌زاده اینگونه نشه که جوانانی که به ما میگن که چرا در انقلاب 57 بودین، خودشون پشت جنازه آقای رفسنجانی به عنوان قهرمان حرکت کنن. تمام اینها فقط برای این هستش که روشن بشه همونطور که شما فرمودین که چیز. در این وقت باقی مونده، چون به مسئله هسته‌ای هم اشاره شد، زمان کوتاهی هم داریم، در حدود 10 دقیقه داریم. دولت جدید آمریکا از روز جمعه آینده قدرت رو به دست میگیره. دولت آقای اوباما کنار خواهد رفت. از روز 20 ژانویه آقای ترامپ خواهد آمد. تمام این حرفایی که این اتمی رو پاره میکنیم، خط میزنیم، نصفیشو خط میکشیم، نصفیشو از لغتهای مختلف استفاده شد. به مرور در فاصله ای که در هفته گذشته افراد مختلف کابینه در برابر سنا قرار گرفتن، از خود آقای باب کورکر رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا گرفته که جمهوری خواه است، تا آقای تیلرسون که قرار وزیر خارجه بشه، تا آقای جنرال ماتیس، همه به نوعی گفتن که این برجام رو حالا با انتقادهایی انجام خواهند داد. یکی گفته که بهش دقت بیشتری خواهیم کرد، یکی گفته خب ناگزیریم اجرا بکنیم، ولی همه نشون دهنده این است که اون بحث پاره میکنیم که آقای اینها گفتن و آقای خامنه‌ای از ایران گفت ما آتش میزنیم، یعنی اونا منتظر هستن که این آتش زده بشه و بتونن حمله بکنن، با ناوگان درگیر بشه، یه جنگ جدید. میخواستم در این فاصله زمانی شما نظرتون رو و این آینده، یعنی فرجام برجام بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که اولا آقای ترامپ خیلی صحبت ها کرده، چه درباره برجام چه درباره مسائل دیگه، و تا اونجایی که من مطالعه کردم این چند روز اخیر، اکثر وزیرهایی که رفتن و دارن باهاشون صحبت میکنن، بحث میکنن، همه نظراتی که ارائه میدن خلاف نظراتی است که آقای ترامپ در دوره انتخابات مطرح کرده. یکیش برجام هستش، نمیدونم ممنوعیت ورود مسلمان ها هستش، دیوار مکزیک هستش، اوباماکر به یک صورتش هستش. برحال صحبت منظورم این که آقای ترامپ همطور که در دفعه قبل هم خدمتتون گفتم، از دید من شخصیت خطرناکی است، برای که بسیار قابل پیش بینی، اصلا قابل پیش بینی نیست، و دوم این که تجربه سیاسی نداره و نمیدونم کسانی که اطرافش هستن اونها چقدر تجربه سیاسی دارن و چقدر میتونن با اون کار کنن. ولی اون چیزی که به برجام برمیگرده، من از آغاز بر این نظر بودم که این برجام تسلیم نامه است که آقای خامنه‌ای مجبور شده بپذیره، مجبور شده برای اینکه میزان تا حدودی تحریم ها رو سبب بکنه این رو بپذیره. از این دید برجام هیچ مانعی برای آمریکا نداشت، یعنی هیچ تعهدی آمریکایی‌ها ندارن در برجام که جدی باشه. چنانچه آقای اوباما این رو چندین بار تکرار کرد و وقتی که آقای ترامپ برای اولین بار با آقای اوباما ملاقات کرد، یکی از مسائل مهمی که آقای اوباما بهش توضیح داد که برجام چرا مهم است و چرا باید آقای ترامپ ادامه بهش بده، این مورد بود. و اکنون هم دستگاه آقای ترامپ متوجه شده که این چیزهایی که میگفتن دروغ بوده که به رژیم ایران بسیار آوانتاج دادن، داره خصوصا این که در مورد امریکا با توجه به تحریم های غیر هسته‌ای که وجود داره، دست دولت امریکا کاملا باز هست برای فشارهای بیشتر به روی ایران، و خصوصا که آقای خامنه‌ای در زمان مدیریت آقای اوباما بارها گفت ما فقط درباره هسته‌ای مذاکره میکنیم. آقای اوباما حاضر بود درباره مسائل دیگر هم مذاکره بشه که شاید این مسائل حل بشه و اون تحریم های دیگر هم شاید برداشته بشه. البته از دید من
چون آقای خامنه‌ای نیاز به دشمن بازی و دشمن سازی داره و امریکا رو دشمن معرفی کرده بود، به هیچ وجه نمیخواست تحریم ها برداشته بشه. به خاطر این اجازه نمیداد که درباره مسائل دیگه آقای ظریف مذاکره بکنه، چون چه مسلم هستش که آقای ظریف مایل بود مذاکره بکنه در مورد مسائل دیگه، ولی آقای خامنه‌ای اجازه رو بهش نداد. حالا اکنون دولت ترامپ میبینه که این برجام اصلا دست و پاشو نمیبنده، بلکه برجام دست و پای ایران رو در زمینه سلاح‌های هسته‌ای کاملا بسته، فعالیت‌هاشو کاملا کنترل کرده و هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران کنترل نمیشه در زمینه هسته‌ای. خب چرا بیاد این برجام رو پاره بکنه؟ یعنی اگر برجام رو پاره میکرد به اصطلاح یک کادویی بود که به آقای خامنه‌ای میداد، و الان دولت ترامپ فهمیدی که این کادو رو نمیخواد بده و نباید بده به آقای خامنه‌ای، و از طریق تحریم های غیر هسته‌ای لازم باشه میاد و تحریم ها رو تشدید میکنه که رژیم ایران رو بیشتر به اون جایی که میخواد ببره. سیاست آقای ترامپ فعلا اینه که یک چیزی میشه گفت ادامه سیاست آقای اوباما با یک اختلاف، اینکه آقای اوباما بر این نظر بود که تمام پایه‌های سیاست خارجی آمریکا رو به دوش عربستان و اسرائیل نگذاره، می‌خواست ایران رو هم وارد با این بازی بکنه و می‌خواستش که دولت در درون دولت ایران گروه اعتدالیون یا گروه اصلاح طلب‌ها با اون بتونن همکاری بکنن که یک چنین سیاستی رو در منطقه پیاده بکنه. ولی آقای ترامپ فعلاً با توجه به اعمالی که انجام میده، گفته هایی که داره، فعلا روی این خط و ربط نیست، با توجه به نزدیکی که به دولت اسرائیل داره، خصوصا داماد ایشون که الان مشاور اولی ایشون هم هستن، سیاستشون بیشتر متوجه اسرائیل. اما هنوز سیاست ترامپ در مورد عربستان و کشورهای خلیج فارس و ایران مشخص نیست. دولت ایران در این گمان هستش که چون در سوریه آقای ترامپ با روس‌ها هم نظر هستش و دست روس‌ها رو باز گذاشته تا در سوریه نیروهای داعش رو سرکوب کنن، و چون ایران با روسیه همکاری میکنه، پس نتیجه اینکه امریکا هم با ایران همکاری خواهد کرد. ولی چنین نتیجه‌ای از دید من درست نیست و اشتباه فکر میکنن، برای اینکه روس ها می توانند با آمریکایی ها به یک توافق هایی برسند که ایران در اون نقشی نداشته باشه، چنان که در آخرین جلساتی هم که بود ترکیه و روسیه نقش داشتن و ایران نقشی نداشت، و می چه این نقش هر روز کمرنگ تر هم بشه. متاسفانه این یکی از مسائل دیگه‌ای که داریم، این دروغ بزرگ هستش که اگر ما در سوریه نجنگیم الان داعش در ایران بود. خب داعش الان در حکومت هستش، در تهران در قدرت هست. آقای خامنه‌ای داعش از نوع به اصطلاح شیعه داعش هستش. و ثانیاً اتفاقا اگر ما این فعالیت هایی که میکنیم به جای اینکه ایران بشه قلب دموکراسی در خاورمیانه، به جای اینکه ایران بشه قلب صلح در خاورمیانه، به جای اینکه ایران بشه قلب همبستگی ملت‌های خاورمیانه، شده قلب یک مرکز تروریستی به اسم شیعه، به اسم کمربند سبز علیه عربستان. عربستان هم رژیم بسیار فاسدی داره، ولی دلیل نمیشه که ما با یک رژیم فاسد همکاری کنیم علیه یک رژیم فاسد دیگه. این ازش که باید این گفته بسیار دروغ رو که دفاع باید کرد از حرکت‌های ایران در سوریه رو به تکرار نسل جوان هشدار داد که اینها ایران را هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌کنه و باعث میشه که ما انسجابمون رو حتی از دست بدیم. اگر خود مردم ایران وارد عمل نشن، وارد صحنه سیاسی نشن، ما با این خطر هر چه زمان طولانی‌تر بشه روبرو هستیم. یعنی برعکس اون چیزی که گفته میشه، اگر این رژیم برود ایران ایرانستان می شود که شاه هم همین صحبت رو می کرد، برعکس هستش، اگر این رژیم بماند ایران ایرانستان می شود و ممکن است که ایران از شرق و غربش لطمه ببینه و ما وارد یک
جنگ‌های منطقه‌ای ابلهانی که باید تمام هستیش رو مردم منطقه در این جنگ‌ها هدر بدن ما بگذاریم و به جایی هم نرسیم. سعی کنیم پیام‌آور صلح و آزادی باشیم، پیام‌آور همبستگی مردم در منطقه باشیم و اون وظیفه‌ای که رو که به عهده ما هست به خاطر فرهنگ طولانی که داریم که شاعران بزرگ ما رو به این راهنما کردن اون رو انجام بدیم، نه اینکه علیه دیگران به خاطر اختلاف مذهب، به خاطر اختلاف در به اصطلاح نژاد اگر نژادی وجود داشته باشه، به خاطر اختلاف در رنگ و به خاطر اختلاف‌های دیگه به اونها بنگریم. سعی کنیم ایرانی باشیم که جهانی بیندیشیم. سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه زمانتون رو به ما دادیم و تازه تونستیم یه بخشی از کارهای آسیب‌هایی رو که آقای رفسنجانی به ما به کشور ایران و به ملت ایران وارد کرده رو بهش بپردازیم و واقعا شما در اون 1, 2, 3, 4 که کردین یک بخشی بود. یعنی من اینو برای دوستانی میگم که بعدا به من میگن که آقا مثلا داستان رانتخاری رو نگفتین، نمیدونم داستانش، همه اینها میتونه هر کدوم موضوعی است که میشه به ساعتها به اون پرداخت و بحث کرد. در اینجا اون چند آسیبی رو که به طور مشخص در ذهن به راحتی دیده میشه رو آقای دکتر مصطفی پرداختن بهش و من شما سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در این برنامه شرکت کردین و مانند همواره اطلاعات و آگاهی دقیقتون رو با بیان خوشتون به بینندگان ما رساندید. ممنون. شب و روز همه هموطنان خوش، زنده و شاد باشید. روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی به پایان برنامه میرسیم. برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح دارم. به امید روزهای بهتر. روز و روزگارتون خوش.